بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی عرفانی، صفحه 171. بیانیه جهانی معرفت نفس: خود را بشناس تا جهان در مقابل تو به سخن آید. سقراط حکیم. خود را بشناس تا خدا را بشناسی. لائوتزو حکیم چین باستان: ای انسان، تو خود تمام جهانی. اوپانیشاد کتاب مقدس هندو: بهشت در درون توست، پس روی به خود نما. ودا: ای مؤمنان، چرا در نفس خود نظر و تفکر نمی کنید؟ قرآن کریم: ای مؤمنان، بدانید که از شماست که بر شماست. قرآن کریم: بدانید که خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتر است. قرآن کریم: به تحقیق زین پس فقط پیروان خودشناسی به حقایق دینی من میرسند. حضرت محمد صلی الله. هر که خود را شناخت، خدا را شناخت. حضرت محمد صلی الله. هر که خود را نشناخت، هیچ چیزی را نشناخت. حضرت علی علیه السلام. هر که خود را شناخت، مشکلش حل شد. حضرت علی علیه السلام. هر که خود را شناخت، پیروز و رستگار شد. حضرت علی علیه السلام. هر که خود را نشناخت، نابود شد. حضرت علی علیه السلام. صراط المستقیم همان خودشناسی است. امام صادق علیه السلام. ختم نبوت سرآغاز معرفت نفس به عنوان تنها راه هدایت است. ابن عربی. هستی خاص انسان حاصل خودآگاهی است. هگل. تنها راه فائق آمدن بر جبر تاریخ خود آگاهی است. مارکس. علم حقیقی و پایدار جز از طریق خودشناسی ممکن نمی شود. اینشتین. راز مقدسات و اساطیر جز از طریق خودکاوی درک نمی شود. یونگ. دستیابی به مقام بلایت بر همگان ممکن است و آن راه خودشناسی است. علامه طباطبایی. اراده و اختیار آدمی به میزان خودشناسی اوست. کریشنامورتی. نجات انسان از جبرهای بیرونی جز به واسطه خود آگاهی ممکن نیست. دکتر شریعتی. از زمانی که روی به خود نمودم، راه خدا را یافتم. گاندی. به همه مردم وصیت می کنم که به خودشناسی روی آورند. آیت الله خمینی. مصاحبه ای با خدا. خداوندا، چرا مرا آفریدی؟ جواب: برای این که همین را بپرسی. خداوندا، مرا از چه آفریدی؟ جواب: از خود خودم. خداوندا، چرا انسان کافرم؟ جواب: زیرا بر جای من نشسته ای و خودت را با من اشتباه گرفته ای. از جای من برخیز. خداوندا، از من چه می خواهی؟
جواب: خود خودت را. خداوندا، وعده نموده ای که دعاهایم را مستجاب نمایی، پس چرا نمی نمایی؟ جواب: نموده ام، تو در نسیانی. خداوندا، این همه تضاد از چیست؟ جواب: از جهل توست. خداوندا، آیا مرا دوست می داری؟ جواب: این سؤالی است که هر کس از محبوب خود دارد. خداوندا، پس کی و کجا تو را خواهم دید؟ جواب: همکنون و همینجا. روانشناسی کفر: کافر بخیل است، مخصوصا نسبت به سلامت و عزت خودش. کافر منکر است، مخصوصاً واقعیت‌های وجود خیش را. کافر دشمن دوست خیش است و دوست دشمنان خیش. کافر از آرامش بیزار است. کافر از بدبختی دیگران احساس خوشبختی می‌کند و از خوشبختی دیگران هم احساس بدبختی. کافر نمی تواند قلباً عزیزانش را دوست بدارد. کافر وقاحت را صداقت می داند و ادب را ریاکاری. کافر از تنهایی همچون مرگ می هراسد. کافر ارزش هر امری را در قیمت آن می یابد. کافر یا منکر عالم غیب است و یا خرافاتی. کافر یا چاپلوسی می کند و یا فحش می دهد. کافر در انجام وظیفه احساس ایثار می کند. کافر از خودگذشتگی را جنون می داند. کافر فراری از واقعیت و عاشق شعر و افسانه و خواب و خیال است. کافر دو آرمان دارد: ثروت و آزادی بی قید و شرط. کافر هر کاری که می کند برای جلب نظر دیگران است. کافر در قبال محبت احساس حقارت می کند. کافر از نظم و نظافت دچار کلافگی می شود. چند راز درباره دروغ و ریا: دروغ میگویی و ریا میکنی که کسب اعتماد کنی، در حالی که بالاخره آن را نابود میسازی، زیرا دروغ محکوم به رسوایی است. پس دروغ گویی حماقت است. دروغ میگویی تا در نزد دیگران زیبا ولی در نزد خودت زشت شوی. دروغ گویی و ریا موجب دوگانگی و تناقض در سیستم اعصاب و روان شده و نهایتاً این جدال به بدن و همه اعضا و جوارح سرایت می کند و تن را نیز بیمار می سازد. دروغ گویی تن و روان را به فساد می کشاند. دروغگو به تدریج دروغ خود را باور می کند و این اساس نسیان و هزیان و جنون است. آنچه که موجب دروغ و ریا می شود تلاش برای گرفتن تأیید از دیگران است، یعنی مردم پرستی، علت العلل دروغگویی به عنوان ام الفساد و اساس کفر است. تلاش برای محبوب شدن علت دروغ و ریا می باشد که نهایتاً موجب نفرت می شود، پس دروغ به راستی دروغ است. تلاش برای اثبات هستی خیش منشأ همه دروغ ها و ریاکاری هاست، زیرا فقط خداست که صاحب هستی است. ریاکاری دینی بدترین ریاکاری هاست، زیرا فردی می‌خواهد ثابت کند که خداوند فقط با او و فرقه اوست ولا غیر، یعنی خدا مال اوست.
درد دل یک خودپرست. روزی یکی از بستگانم چنین درد دل می کرد. به نظر من بدترین مردم دنیا ایرانی ها هستند و بدترین ایرانی ها همشهری های ما هستند و اما بدترین همشهری های ما هم فامیل خود ما هستند. به اینجا که رسید به ناگاه رنگ از صورتش پرید و به لکنت افتاد که گفتم یک جام دیگر بگیر. گفت به خدا که نتوانم. فلسفه خودکشی. به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر خودکشی نیز نامید، همانطور که کل این تمدن را بایستی تمدنی خود برانداز دانست، زیرا دارای ذاتی کافرانه است و کفر به معنای انکار خیشتن است. لذا هر کسی که از اصول کافرانه این تمدن که دارای ماهیتی غربی است بیشتر پیروی کند، زودتر به خودکشی می رسد. می دانیم که خودکشی نیز مثل اکثر پدیده های این دوران از غرب آغاز شد و به صورت فرهنگی جهانی درآمد. در قرن بیستم حتی شاهد بروز فلسفه هایی از اروپا هستیم که توجیه و تقدیس خودکشی است. می دانیم که به لحاظی ارسطو پیامبر غرب است و بسیاری از پیروان او مثل لوکرتیوس و از جمله خود او مرتکب خودکشی شدند. در کشور ما نیز کسی چون صادق هدایت به دام فلسفه نیهیلیستی سارتر و کامو و کافکا افتاد و خودکشی کرد. به لحاظ روانشناسی خودکشی حاصل غایت خودپرستی و خودمحوری می باشد، تا آنجا که خودیت فرد همچون دیوی به جانش می افتد و از صاحبش انتقام می ستاند. و به لحاظ معرفت دینی می دانیم که کفر همان خودپرستی و منیت افراطی می باشد. در واقع یک فرد خودپرست به جای اینکه خود و منیت را در نفس و اعمال خود سرکوب و ادب نماید و آن را تضعیف سازد و بکشد، تن خود را به جای نفس خود اشتباه گرفته و به قتل میرساند. در حقیقت نفس او از تن او که قلمرو به اعمال خودپرستانه است انتقام میگیرد. تمدن مدرن قلمرو به اصالت فردیت و خودپرستی و آزادی های بی قید و شرط است و همین امر زمینه روانی خودکشی می باشد. خودکشی معلول آزادی های بی قید و شرط است. آخرین محک. جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. صفی علی شاه. به لحاظی عرفان به مثابه مکتب اصالت فنا در قلمرو به فلسفه عین نیهیلیسم است که فلسفه نیست انگاری هم نامیده می شود. به همین دلیل همه عارفان بزرگ جهان را به لحاظ فلسفی بایستی نیهیلیست دانست که جز ارزش‌های مطلق و توحیدی مابقی را نفی و ابطال می‌سازند و لذا در نزد عامه مردمان به جنون و الحاد متهم می‌شوند، زیرا هیچ ارزشی را در دنیا بها نمی‌دهند. به همین دلیل جز عاشقان حقیقت در این وادی دچار تناقضات عظیم تا سرحد جنون می شوند، زیرا مفاهیم توحیدی هیچ امکان بازی به بشر نمی دهد. به همین دلیل همه کسانی که به دلایل دنیوی و بلهوسانه وارد این عرصه می شوند دچار ندامت ها و خسارت های بزرگی می شوند، زیرا به بتالت و رسوایی و ناکامی بزرگ مبتلا می گردند. واقعیت این است که عرفان و مکتب نیست انگاری کمترین امکان خودفریبی به انسان نمی دهد و هر کسی اگر بخواهد با خود صادق باشد و بداند که هر مرحله ای از زندگی به چه چیز ماندگاری رسیده که جاودانه باشد و توشه آخرتش شود،
کافی است که کل مفاهیم و داشته های زندگیش را به نیستی به محک بزند و ببیند که با مرگش از وی چه باقی میماند. و اگر چیزی باقی نماند باید بداند که فقط بازی کرده و خود را فریفته است و با مرگش به راستی بر عرصه نابودی که همان دوزخ است وارد خواهد شد. جمع هستی را بر نیستی زدن موجب می شود که فقط ارزش های خدایی بشر باقی بماند ولا غیر، زیرا جاودانه فقط خداست و فقط ارزش ها و تلاش های خدا پسندانه است که جاودانه است و مابقی با مرگ انسان نابود است. در واقع نیهیلیزم مقدمه‌ای لازم بر عرفان است. عرفان در قلمرو به منطق و مفاهیم صرفاً ذهنی عین نیهیلیزم است. جاودانگی مفاهیم عرفانی تماماً قلبی و روحانی می باشد و لذا کمال ذهنیت بشر به نابودی می رسد و زان پس امکان توان رجوع به دل و روح خود را دارد که قلمرو جاودانه است. آنان که سوراخ دعا را اشتباه گرفتند. سوراخ دعای زنان کافر پایین تنه آنهاست. سوراخ دعای مردان کافر جیب آنهاست. سوراخ دعای اهل رشوه درز قلک خیریه هاست. سوراخ دعای جهان خاران دهان آنهاست. سوراخ دعای بخیلان بینی آنهاست. سوراخ دعای دزدان سوراخ قفل است. سوراخ دعای مرده پرستان قبر است. سوراخ دعای بی هویت ها تلویزیون است. سوراخ دعای حقیقی دل انسان است که خانه خداست که دربش جز به توبه و عمل صالح و معرفت نفس گشوده نمی شود. مستی و راستی. در ضرب المثلی می گویند مستی و راستی. آری این درست است، ولی آن راستی که در مستی بر زبان می آید فتنه آفرین است، زیرا به اراده نبوده و در سیر طبیعی زندگی رخ نداده است و لذا موجب عداوت ها شده و به تهمت ها می گراید و چه بسا آن راستی تحریف و انکار می شود. به همین دلیل در قرآن کریم آمده آنگاه که با دوستان خود خمر می نوشید شیطان در میان شما فتنه و عداوت می افکند، زیرا آدمی در مستی اعترافاتی می کند که در هوشیاری پشیمان می گردد، ولی رازی را به نااهلی سپرده و همواره می لرزد و همان حداقل اعتماد هم از دست می دهد و کینه می کند و این است الغای شیطان. به همین دلیل دوستی های محافل عیش و نوش عاقبتی فجیع دارند. آن راستی بر حق و سفینه نجات است که به واسطه عقل و اراده و اعتماد و هوشیاری باشد، نه به مدهوشی و از سر ناچاری. و می دانیم که امروز در بسیاری از زندانها از مواد سکرآور برای اعتراف گرفتن استفاده می کنند. دو نوع آدم. آدم ها بر دو نوع اند: آنان که از خود می ترسند ولی از مردم حراسی ندارند، و آنان که از مردم می ترسند ولی از خود حراسی ندارند. دسته اول متقیان هستند و دسته دوم فاسقان. آنان که به خود مفتخرند و در هر آنچه که می اندیشند و می کنند هیچ تردیدی ندارند، و آنان که از خود شرمنده و هراسانند و در پندار و کردار خود شدیداً تأمل کرده و از حماقت نفس خود ایمن نیستند.
آنان که رضای وجدان را که همان رضای خداست مد نظر دارند و آنان که به حرف و قضاوت مردم می اندیشند و نگران مردمند. آنان که در عقل خود شکی ندارند و آنان که همواره نگران جهل خیشند. آنان که اهل معرفت نفس هستند و آنان که فقط اسیر فوت و فن می باشند. آنان که اهل معنا و هدایت می باشند و آنان که رشد خود را فقط در میزان قدرت نمایی و مانور دادن می دانند. این دو نوع آدم همان میزان کفر و ایمان هستند. صدق با خیشتن. وقتی از صدق با خود سخن میگوییم، در وهله نخست میپنداریم که به راستی اگر با هر کسی که صادق نباشیم با خود صادقی، که البته منظور از چنین صدقی همان پیروی از هوسای آنی میباشد که همواره منجر به پشیمانی میشود. ولی اگر اندکی در این معنا تأمل کنیم در میابیم که این ادعایی بس گزافه است، زیرا صدق با خود به معنای درک و موافقت و یا کدام جنبه از خود است؟ دل و احساسات آنی خود، اندیشه و باورهای علمی خود، غرایز حیوانی خود، آرزوها و آرمانهای خود، خواب و خیال خود، آموزه های اخلاقی و اجتماعی خود، وراثت خانوادگی و نژادی خود، وجدان و فطرت خود، کدام خود؟ بدون شک نمی توانیم در آن واحد با همه این خودهای ضد و نقیض در خیشتن صادق و موافق باشیم. بنابراین اگر صدق با خیشتن تا این حد ناممکن است، صدق با دیگران ناممکن تر است. واضح است که برای صادق بودن با خود نخست باید همه این ارکان و طبقات وجود خود را شناخت و سپس آنها را متحد نمود و نهایتاً با آن هویت یگانه به توافق رسید. آیا این طور نیست؟ اگر این طور است، پس صدق با خود از هفت خان رستم سخت‌تر است، مگر اینکه راه دیگری داشته باشد. و اما راه عملی این صدق همان راه عرفان اسلامی است که اطاعت بیچون و چرا از یک یار عرفانی است که خود انسانی موحد و صادق است. و از آنجا که همه انسان‌ها دارای نفس واحده هستند، پس اطاعت از یک انسان صدیق تنها راه رسیدن به مقام صدق است. مصاحبه ای با من. سوال: چرا کسی مرا دوست ندارد؟ جواب: زیرا تو خودت هم خود را دوست نداری. سوال: چرا مردم این همه به من تهمت می‌زنند؟ جواب: زیرا تو خودت این همه به خود تهمت می‌زنی. سوال: چرا کسی قدر مرا نمی‌داند؟ جواب: زیرا تو خودت قدر خود را نمی‌دانی. سوال: چرا کسی مرا درک نمی کند؟ جواب: زیرا تو خودت را درک نمی کنی. سوال: چرا کسی به من اعتماد ندارد؟ جواب: زیرا تو به خودت اعتماد نداری. سوال: چرا من خودم را قبول ندارم؟ جواب: زیرا وجود نداری. سوال: پس آن که وجود دارد کیست؟ جواب: او خداست. احساس نابودی. عصر پوچی. دردم از هیچ است و درمانم به هیچ. به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر نابودی بشر دانست.
امروز هر کسی از پیر و جوان و فقیر و غنی و شرقی و غربی و کافر و مؤمن به نوعی دچار چنین احساسی است که عموماً هیچ دلیل منطقی هم ندارد. این وضعیت روانی از احساس پوچی آغاز شده و به احساس هراس از نابود شدن می رسد که آستانه اعتیاد و خودکشی و جنون و جنایت است. نیچه، بزرگترین فیلسوف آینده تاریخ تمدن غرب، عصر جدید را، عصر حاکمیت جهانی نیهیلیسم و خود را هم پیامبر این عصر نامیده است. خود او نیز در قهقرای این هیچی و پوچی سقوط کرد و 10 سال آخر عمرش را در جنونی بس عجیب خاموش ماند و فقط نظاره کرد. او تراژیک‌ترین سیمای فلسفه غرب است. در فلسفه او از مطلق کفر تا غایت ایمان حضور دارد و لذا هر کسی می‌تواند خود را با او همزاد پندارد. برخی او را نابغه و برخی او را دیوانه می‌خوانند. برخی هم قدیسش می‌پندارند. برخی هم عین شیطان. به هر حال او همه وجوه انسان مدرن را در خود دارا بود و کاملترین انسان مدرن محسوب می شود. به هر حال احساس پوچی و نابودی بشر مدرن چند علت منطقی دارد. 1. شکم سیری و عیاشی و مصرف پرستی و آزادی های بی قید و شرط. 2. به کام رسیدگی سریع. 3. دانایی و اطلاعات بی خاصیت و بی معنا که حاصل سوادآموزی اجباری و رسانه‌های جهانی و انفجار اطلاعات است. 4. تضاد فزاینده طبقاتی بین فقیر و غنی. 5. ناامنی حاصل از امراض لاعلاج و سلاح‌های امهای جمعی. 6. نابودی اعتماد و وفا و محبت مخصوصاً در خانواده ها. 7. سبقت تکنولوژی از اراده بشری. 8. آثار روانی آلودگی های محیط زیست مثل آب و هوا و آلودگی های صوتی و امواج ماهواره‌ای. ولی به نظر ما علت العلل این پوچی و نابودی واقعی است که ما آن را آخر الزمان و قیامت می نامیم که عرصه ظهور اعماق نفس بشر به واسطه تکنولوژی می باشد و قلمرو به ظهور حق و رویارویی با خداوند که غایت قیامت است. ظهور حق منجر به ابطال نفس بشر گشته است و بیهودگی های امیال و آرزوها و باورهای دیرینی انسان در طول تاریخ. بسیاری از اصول بدیهی علم در حال ابطال است. بسیاری از قواعد و قوانین اجتماعی در حال انقراض است. بسیاری از باورها و مقدسات کهن در حال فروپاشی می باشد و بتالت و دروغ بسیاری از ایدئالهای بشری محقق گردیده است و بسیاری از آرمانها و ایدئولوژیها در ورطه عمل به پوچی رسیدند و بسیاری از ادعاها رسوا گردیدند و هر کسی در نزد خودش هیچ و پوچ شده است و این نتیجه اجتناب ناپذیر عصر خردگرایی و علم پرستی است که بسیاری از عرفای قدیم قرنها پیش از این به آن رسیده و بتالت عقل علیتی را درک نموده بودند. بشریت بر آستانه عقل و علم و عشق و آرمان برتری قرار دارد و نیز دین و آیین برتر و تمدنی دیگر. ولی تا یافتن در به این انسان و جهان دیگر قربانیان بسیار خواهند بود و نسل‌های میلیونی و میلیاردی فدا خواهند شد.
و نیهیلیزم همچون مسلخ یک دوره از تاریخ رخ نموده و بشریت را به فراسوی تاریخ می‌خواند و پرونده مدرنیزم را می‌بندد و جهان به راستی پست مدرن را افتتاح می‌کند. برای نجات از این مسلخ تاریخی، ایمانی ناب و معرفتی قلبی و عشقی خالص می‌طلبد. دیگر مذهب شرک و نفاق به کار نمی آید. آیا شما هم حیف شده اید؟ هر کسی اعم از فقیر و غنی، عالم و عامی، کافر و مؤمن، شهری و روستایی و زن و مرد دارای این احساس است که گویی عمرش حیف و هدر شده و کسی قدر او را آنگونه که باید نشناخته است. این احساس اساساً مربوط به قدر نشناسی دیگران نسبت به خیشتن است. ولی معلوم نیست که این انسان حیف شده آیا خودش قدر خود را آنگونه که باید شناخته است یا نه؟ و اگر شناخته است، آن قدر و حق چیست؟ این احساس که یک احساس جهانی نیز هست، دال بر حقیقتی اسرارآمیز است و آن حق و عظمت روح خداوند در وجود انسان است که به راستی هرگز نه به واسطه دیگران و نه به واسطه خود هر کسی شناخته نمی شود. بدون شک دیگران قرار نیست و نمی توانند حق و قدر ما را بهتر از خود ما بشناسند و تصدیق کنند. دیگران هم قدر من را به همان نسبت که من خودم می شناسم خواهند شناخت. این احساس حیف در هر بشری به نوعی احساس نابودی و هلاک شدگی است. علی علیه السلام می فرماید هر که قدر خود را نشناخت نابود شد. همه تلاش های آدمی در زندگی فقط به این مقصد است که قدر و حق و عظمت خود را آشکار ساخته و به دیگران بشناساند و نیز به خودش بباوراند. در واقع خودشناسی یک هدف ذاتی در هر انسان است که غریزتاً عمل می کند، ولی از آنجا که عموماً به همراه تعمق درونی و مکاشفات روحانی و شناخت عرفانی نفس نیست، مواجه با شکست و ناکامی می شود و انسان را از حق و قدر و منزلت خیش راضی نمی سازد. آدمی ذاتاً دارای احساس خدایی است چون حامل روح خداست و کل تکبر و غرورش از همین بابت است و توقعش از دیگران نیز ذاتاً بر حق است، ولی عجب است که چون این توقعی را از خودش ندارد. آدمی انتظار دارد که دیگران زندگی خود را رها کنند و به شناخت او بپردازند، در حالی که خودش چه بسا ساعتی از عمرش را هم صرف این کار نمی کند. او فقط می خواهد خودش را به دیگران معرفی و ثابت کند، ولی نه به خودش. گویی که هر کسی در درون خودش آن ذات کبریایی خود را درک کرده و اطمینان دارد و لذا نیازی به تعمق و معرفت ندارد، در حالی که این یک احساس کور و غریزی است و آدمی را کفایت نمی کند. انسان به میزانی که خودش قدر خود را درک می کند، دیگران هم بالاخره قدر او را تصدیق خواهند کرد. وجود انسان‌های بزرگ تاریخ دال بر این حقیقت است. هر که قدر خود را بشناسد، دیگران هم دیر یا زود قدرش را تصدیق می‌کنند. هر که خود را بشناسد، دیگران هم او را خواهند شناخت. درد تنهایی. شاید در هیچ برهه‌ای از تاریخ مانند این دوران بشر این چنین احساس تنهایی نکرده است و گویی تن همان زندانی است که ما را در خود محبوس ساخته است.
هیچ کس ما را درک نمی کند و حتی هنگامی که می خواهیم برای دیگری درد دل کنیم، تنها باید شنونده نصیحت های وی باشیم. اما همه ما از نصیحت خسته شده ایم. از هنگامی که به دنیا آمدیم ما را نصیحت کردند و به ما گفتند خوب باشید، راستگو باشید، با گذشت باشید، بخشنده باشید. و ما هرچه در اطراف خود گشتیم تا انسانی مهربان، با گذشت و راستگو را به عنوان الگو بیابیم نیافتیم. به ما گفتند پیامبران خدا چنین بودند، اما 1400 سال است که دیگر پیامبری ظهور نکرده است که اگر هم چنین بوده است ما را چه کار؟ در تمام عمرمان در جستجوی انسانی بودیم که بتوانیم به او اعتماد کنیم، کسی که ما را با تمام زشتی‌هایمان دوست داشته باشد و به چشم حقارت به ما ننگرد. دوستان زیادی پیدا کردیم اما هیچ کدام به ما وفا نکردند، همانطور که ما نیز به آنها وفا نکردیم. دوست نداشتیم دیگران به چشم حقارت و اهانت به ما بنگرند، پس مجبور بودیم تمامی ضعف‌ها، شکست‌ها و یأس‌های خود را در درونمان پنهان کنیم و هنگامی که به دیگران می‌رسیم نمایشی از لبخند و خوشبختی برپا کنیم. و آنقدر در اثبات خوشبختی و شادیمان به دیگران نقش بازی کردیم که خودمان نیز فراموش کردیم که درد واقعیمان چیست و تنها چیزی که از خودمان به یادمان ماند این بود که آرامش نداریم. و به همین دلیل مجبور شدیم دست به دامان مردم شویم و علت بیقراریمان را از آنان بپرسیم. می‌دانید آنان به ما چه گفتند؟ گفتند تمام درد شما از بی پولی است، اگر پول دار شوید آرامش می‌یابید. ما نیز حرف آنان را پذیرفتیم و برای پول دار شدن دست به هر کاری زدیم و سپس خانه خریدیم، ماشین خریدیم و لوازم لوکس برای خانه من تهیه کردیم. چند سباهی جمع آوری پول ما را به خود مشغول داشت، اما دیری نگذشت که دریافتیم که پول نیز نتوانست تنهایی من را از میان ببرد و ما همچنان در درون خود غریب و بی کسیم. چرا؟ برای اینکه همان ابتدا پاسخ را داده باشیم باید بگوییم که تنهایی بشر امروز هیچ علاجی ندارد و شاید بتوان گفت که تنها راه علاج آن پذیرش آن می باشد. تنهایی بشر امروز نشأت گرفته از دورانی است که در آن زندگی می کند، دورانی که آخر الزمان نامیده می شود. همانطور که در قرآن می خوانیم قیامت آنگاه است که هر کسی تک و تنها می شود و هیچ کس را یارای کمکی به دیگران نیست و جز خدا یاوری نمی یابد. تجربه تاریخی نشان داده است که بشر تا زمانی که مجبور نشود روی به خدا نمی کند. و حال همان دورانی است که بشر مجبور است برای رسیدن به آرامش به خدا روی کند، زیرا دیگر هیچ چیز به او آرامش نمی‌دهد. اگر کمی به اعمال روزمره خود دقیق شویم در خواهیم یافت که بسیاری از اعمالی که هر روز آن را تکرار می‌کنیم تنها برای این است که نمی‌خواهیم تنهایی‌مان را بپذیریم و به همه چیز پناه می‌بریم به جز خداوند. ساعتی در خیابان‌ها ول می‌گردیم و پسر بازی و یا دختر بازی می‌کنیم و یا به خود القا می‌کنیم که عاشق شده‌ایم. ساعتی پای کامپیوتر می نشینیم و چت می کنیم و یا به موبایلمان بر می رویم. به میهمانی های کسل کننده و یا دورگردی های مضحک می رویم و با کسانی که از آنها خوشمان نمی آید رابطه برقرار می کنیم.
تمام اینها برای این است که تنهایی من را نابود سازیم، اما هیچ موفقیتی حاصل نمی شود و باز تنهایی چون باری سنگین بر روح من فرود می آید. و در انجام همین تلاش های مذبوحانه برای فرار از تنهایی است که مبتلا به بسیاری از گناهان می شویم بدون اینکه واقعا اراده به انجام آن داشته باشیم. آری، دیگر هیچ کس نیست که ما را درک کند و همه ما در درون خود محبوس شده ایم. اما تمام احساس تنهایی من به این دلیل است که فراموش کرده ایم که در درون من یکی وجود دارد که از همان بد به تولد در انتظار ماست. اگر همیشه او را فراموش می کنیم به این دلیل است که او از خود جز نامی باقی نگذاشته است. او از همان زمانی که جهان هستی را خلق کرد در انتظار من بود که شاید روزی به او روی کنیم و تنها او را دوست داشته باشیم و تنها از او یاری بخواهیم، زیرا تنها او بود که ما را دوست داشت. به همین دلیل خلق من کرد. همیشه نگاهش را در درون من احساس می کردیم، اما هیچگاه نخواستیم به نگاه منتظر او پاسخ دهیم. او همیشه و در همه حال با ما بود، اما آنچنان صداهای بیرون بلند بود که هیچگاه صدای خاموش او را نشنیدیم. به همه لبخند زدیم و چاپلوسی همه را کردیم و فقط به او لبخند نزدیم. همه ما را تنها گذاشتند، همه به ما خیانت کردند، همه به چشم ابزار به ما نگاه کردند و تنها او بود که ما را تنها نگذاشت و به ما خیانت نکرد. پس بیایید تنهایی من را در دنیا با تمام تلخیش بپذیریم و دست از تلاش‌های مذبوحانه برای اثبات شادمانی و خوشبختی من برداریم و در این شب‌های قدر با خودمان خلوت کنیم و برای ساعتی تلویزیون را خاموش کنیم، موبایل من را خاموش کنیم، با کسی چت نکنیم و به خیابان نرویم و چیزی نخوریم و تمامی آدم‌هایی را که وارد خود ساخته ایم تحت هر عنوانی مثل دوست، همسر، فرزند، معشوق و همکار از خود بیرون کنیم و از همه مهمتر به پول فکر نکنیم که اگر توانستیم چنین کنیم آنگاه او را در درونمان خواهیم یافت و با یافتن او دیگر هیچگاه تنها نخواهیم بود. بگذارید همه بفهمند که چقدر تنها و محزونی. بگذارید که همه بفهمند که آدم خوشبختی نیستیم و اصلاً بگذارید همه بفهمند که چقدر جاهل و احمق و دیوانه ایم. دیگر هیچ چیز اهمیتی ندارد، زیرا اکنون او را که تنها کس بی کسان است در خود یافته ایم. ایثار، تبدیل ماده به معنا. معنای وجود هر انسان و معنویت او همان ماده و دنیایی است که با آگاهی و اختیار به خاطر ارزشی از دست می نهد. این ماده از دست رفته تبدیل به معنای ماندگار در وجود فرد می شود و به او احساس وجود می بخشد. پس احساس وجود هر کسی به میزان ایثار است. یعنی وجود انسان محصول ایثار می باشد. همانطور که موجودیت مادی او در جهان نیز حاصل ایثار خداوند نسبت به اوست، تا آن حد که خداوند از کل موجودیت مادی خود گذشته و تبدیل به معنای مطلق شده است. همانطور که آدمی آنگاه که معنویتی از خود را می فروشد و تبدیل به دنیا می کند دوچار قحطی وجود می گردد و این خسارتی غیر قابل جبران است.
این است که خداوند می‌فرماید که ایمان خود را مفروشید. ایمان همان احساس وجود جاودانه است که با تبدیل به امور دنیوی دچار نقصان شده و آدمی را به قحطی وجود می‌اندازد که انواع عذاب هاست. ایثار به معنای از خود گذشتگی بی توقع است که ماده میرای وجود بشر را تبدیل به معنای جاودانه می سازد و این توشه آخرت است، یعنی معنایی بدون ماده است که می تواند صاحب وجودی محض و جاودانه باشد. این همان خودی است که خالصانه از ماده وجود انسان جدا شده و بدون آن استقلال و وجود یافته است. این وجودی خدایگونه است که به پیروی از اخلاق خدا حاصل شده است. آدمی در یافته‌ها و داشته‌هایش احساس نابودی می‌کند و در انفاق از آنها احساس وجود می‌یابد. حق با ایثار است. عالم هستی قلم رو به ایثار است، زیرا هیچ چیزی برای خودش نیست و بدین گونه است که هر چیزی خودش می باشد. و نکته آخر این که ایثارگر واقعی نه تنها هرگز طلبکار نمی شود و کینه نمی کند، بلکه از کسانی که ایثار او را می پذیرند قلباً ممنون است و منت می کشد، زیرا اجرش را از خدا